با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون. از حمله تند و بی سابقه پسر ناصرخان ملک مطیعی به علی نصیریان و روزنامه کیهان در ادامه با ما همراه باشید. لطفاً قبلش از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. آرزو نه به اون معنی که آرزو واحدی داشته باشم. آرزو اینه که برات نمیتونم بگم. خیلی حرفه، 30 چند سال کار هنری نکنی و سوپر استار بمونی، این یعنی سوپر استار. یک نفر سینمای فرهنگی بهش میگفتم فیلم فارسی که همون فردی و ملک مطیعی اینا بودن، اونم نباید ما دست کم بگیریم، اون سینما رو نباید بکوبیم، اون سینما نباید توف کنیم. نه اون سینما درسته که در لحاظ فرهنگی و کیفیت ضعیف بود، ولی جامعه ما رو با سینما آشنا کرد، مردم و سینما رو کرد و بینابین بسیاری از فیلم‌ها که داشتن کارهای بسازن خوبی هم بود. نسل بعد که از علی نصیریان، بازیگر مشهور و قدیمی ایرانی، توی یکی دو روز گذشته در یک مراسم رسمی صحبت از سینمای قبل از انقلاب و فیلم‌های موسوم به فیلم فارسی کرد و اسم از فردین و ناصرخان ملک مطیعی برد. اون گفت اون سینمای ما قبل سینمای فرهنگی که بهش میگفتن فیلم فارسی، که همون فردین و ملک مطیعی و اینا بودن، اونم نباید ما دست کم بگیریم، نباید بکوبیم و نباید بهش توف کنیم. درسته از نظر فرهنگی و کیفیت ضعیف بود، ولی جامعه ما رو با سینما آشنا کرد، مردم ما رو سینما رو کرد. روزنامه کیهان هم در مطلب توهین‌آمیزی در مورد بازیگران قبل از انقلاب و مخصوصا در مورد ناصرخان ملک مطیعی، هنرمند دوست داشتنی و مشهور سینمای قبل از انقلاب، نوشته بود یکی از نقش‌های دست دوم تازه ترین فیلم یک کارگردان کم استعداد ولی پر سر و صدا به نام نقش نگار به یکی از هنرپیشگان سینمای شاهنشاهی به نام ناصر ملک مطیعی سپرده شده. مقصد و مقصود سازندگان فیلم نقش نگار از حضور این بازیگر با سابقه طولانی در سینمای فیلم فارسی در این فیلم چی میتونسته باشه؟ آیا میخواستن در سن 80 چند سالگی از توانایی‌های این بازیگر استفاده کنن؟ آیا هیچ بازیگر دیگه‌ای نمیتونست در این نقش دست چندم بازی کنه؟ آیا قصد سازندگان فیلم بجز دلجویی و تجلیل از بازیگری بود که کارنامه مبتذلی در عرصه سینمای ایران داشت و خودش در مصاحبه با برنامه 7 از مردم ایران بارها خواسته بود که اون رو ببخشن؟ که پسر ناصرخان ملک مطیعی در پاسخ به این متن در روزنامه کیهان گفت: دوستان عزیز، قبل از ادامه اگر از این ویدیو خوشتون اومده با لایکتون از همون حمایت کنید. پسر ملک مطیعی گفته 6 سال از رفتن ناصرخان ملک مطیعی گذشته، هنوز به قول معروف ول نمی‌کنید، هنوز دل تاریکتون پر از کینه است. چند دهه فحاشی و حتاکی و اتهام زدن‌های ناجوان مردانه و پرونده‌سازی‌های دروغین در اون به اصطلاح روزنامه به پدر من و دیگر هنرمندان قبل از انقلاب کافی نبود؟ اول انقلابتون که محاکمش کردید، حالا هم نبش قبر کنید و استخونای پدرم رو به دادگاه ببرید و دوباره محاکمه کنید. امیرعلی ملک مطیعی در پاسخ به علی نصیریان هم نوشت: امشب دوست این ویدیو رو در واتساپ برای من فرست داد و نوشت آقای نصیریان از پدر تو و فردین کلی تعریف و تمجید کرده. ویدیو به لطف فیلترینگ بسیار زمان برد تا لود شود. همانطور که آن دایره لود شدن میچرخید، من به فکر فرو رفتم. گفتم عجیب بود که جناب آقای علی نصیریان 46 سال حتی یک جمله از اسطوره سینمای ایران استاد بهروز وثوقی و زنده یاد محمد علی فردین و پدرم ناصر ملک مطیعی حرفی نزدند و نامی نبردند
و دفاع و حمایتی نکردند. حالا چطور شده که این عزیز بزرگوار از پدر من و فردین نام بردند و تعریف کردند؟ حتی یادم آمد در جشن اختتامیه سریال شهرزاد همان ابتدای برنامه آقای احسان کرمی گفت کسانی اینجا هستند که نامشون قطعا سالن رو منفجر خواهد کرد. شک ندارم کافی من بگم ناصر ملک مطیعی. و تمام حاضرین در سالن بلند شدند و ایستاده دست زدند. همه ایستادند به جز جناب آقای نصیریان که بلند نشدند. ویدیو بالاخره لود شد، کوتاه بود و گویا خبری از تعریف و تمجید نبود. گفته های استاد علی نصیریان از 100 تا فحش بدتر بود. ایشون در بخشی از سخنانشان فرمودند اون سینمای ما قبل فرهنگی که بهش میگفتن فیلم فارسی که همون فردین و ملک مطیعی و اینا بودن، اونم ما نباید دست کم بگیریم، اون سینما رو نباید بکوبیم، تو اون سینما نباید توف کنیم. استاد علی نصیریان بزرگوار، توف؟ واقعا توف؟ این از طرز صحبت کردن جناب عالی در مورد سینمای قبل از انقلاب، سینمایی که خودتان هم در همان سینما معرفی و بازیگر شدید. سینما را تقسیم می‌فرمایید به سینمای فرهنگی و ماقبل فرهنگی. فردین و ملک مطیعی را جزو سینمای ماقبل فرهنگی می‌دانید، بعد خودتان را جزو سینمای فرهنگی می‌دانید. حضرت عالی فیلم فارسی بازی نکردید؟ فیلم آقای حالو خاطرتان هست؟ شما در نقش یک کلاه مخملی عاشق یک روسپی می‌شوید، بعد به فاحشه‌خانه می‌روید با صاحب فاحشه‌خانه که نقش آن را زنده یاد استاد عزت الله انتظامی بازی کردند عرق می‌خورید و می‌رقصید، بعد با باجگیر فاحشه‌خانه که آقای عنایت بخشی نقش آن را بازی می‌کند درگیر می‌شوید، کتککاری می‌کنید و غیره. آیا اینها فیلم فارسی نیست یا مثل فیلم پستچی که دیگر توضیح نمی‌دهم؟ فیلمی پیرامون موضوع ناتوانی جنسی و رابطه نامشروع و غیره. صحنه‌هایی از بازی شما در این فیلم وجود دارد که خود من باور نکردم حضرت عالی هستید. آیا اینها سینمای فرهنگی است؟ من به دلیل علاقه و احترامی که برای جناب عالی قائل هستم ادامه نمیدهم. ناصرخان ملک مطیعی متولد 8 فروردین 1309 در تهران بازیگر و کارگردان بود. ایشون تحصیل کرده مقطع دیپلم رشته تربیت بدنی از دانشسرای عالی تهران بوده که از معلمی به تئاتر رو بعد از اون به دوبلوری رسید و به عنوان بازیگر جلوی دوربین واقعا درخشید و تبدیل به یکی از اسطوره‌های سینمای ایران شد. ناصر ملک مطیعی در منطقه دروازه شمرون تهران به دنیا اومد. ناصرخان ملک مطیعی سال 1332 توی فیلم گرداب بازی کرد که اولین فیلم رنگی ایران بود. با این حال شهرت ایشون با فیلم قیصر در نقش داش فرمون شروع شد. ناصر ملک مطیعی در آخرین ساعات روز 14 خرداد 1397 به دلیل بیماری نارسایی کلیه در سن 88 سالگی برای همیشه چشم از جهان فرو برد. روحش شاد و یادش گرامی. دوستان عزیز، نظرتون راجع به صحبت‌های علی نصیریان و جواب پسر ناصر ملک مطیعی چیه؟ توی قسمت کامنت‌ها واسمون بنویسید. ممنونم که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت‌هاتون ازمون حمایت می‌کنید. پیشنهاد می‌کنم یکی از ویدیوهای روی صفحه رو تماشا بفرمایید. خدا نگهدار.